فرقی نمیکنه که اندروید باکس داری یا تلویزیون به اندرویدیه. اونجایی که میخوای وی پی ان روش نصب کنی کلی دردسر میکشی. و خب بدون وی پی ان چه جوری میشه یوتیوب دید یا پلتفرم های آنلاین به روز استفاده کرد؟ ممکنه که خیلی سخت باشه ولی بالاخره راه حلایی هم داره. مثلا میتونی با لپتاپت وی پی ان رو شیر کنی یا میتونی از گوشی اندرویدی استفاده کنی و فیلتر شکن رو به اشتراک بذاری روی نت. چند تا از راه‌هایی که میتونستی وی پی ان رو استفاده بکنی رو ما تو ویدیو بهتون توضیح دادیم. یکیشون این بود که میتونی وی پی ان رو شیر بکنی و از لپتاپ استفاده کنی. یه راه شیر کردن دیگه هم از طریق گوشی اندرویدی بود که تو ویدیو جداگونه اینا تو چنل هست. اما اگه نخوای وی پی ان رو شیر کنی و از وی توره هم استفاده کنی، توی ویدیو جدا اومدیم نحوه سیت کردن وی پی ان وی توره رو توضیح دادیم که دردسر خاص خودشون هم داشتن. حالا این بار میخوام یه راه دیگه براتون ارائه بدیم که کمی متفاوته. این بار کاری به اندروید باکس یا سیستم عامل تلویزیونتون نداریم. اپلیکیشنی روی اندروید باکس یا تیوی نصب نمیشه، شیر هم نمیکنیم، بلکه میخوایم روی مودم وی پی ان رو تنظیم کنیم. ست کردن وی پی ان روی مودم قابلیت خیلی پیچیده و خاصی نیست، یکی از قابلیت خود مودمه که میتونید ازش استفاده کنید. البته نه همه مودم ها. مثلا این مودم ایراسل که مدلش TK2510 این قابلیت رو نداره، یا این یکی مودم هواوی که اینجاست و مدل B622 این قابلیت رو داره و امروز میخوام روش وی پی ان ست بکنیم و نحوه ست کردنم نشونتون بدیم. پس از این به بعد اگر میخواید مودم تازه بخرید به این قابلیت هم دقت کنید. اما اگر قبلا مودم خریدید و الان میخواید استفاده کنید، یا اسمش رو سرچ کنید که ببینید این قابلیت رو داره یا نه، یا یعنی اینکه توی پنلش همینطوری تو تبار مختلف سرچ بکنید و ببینید که قسمت وی پی ان داره یا نه. اما برای تنظیم کردن وی پی ان اول نیازه که شما با یه دیوایسی وصلید به مودم، فرقی هم نمیکنه گوشی باشه، تبلت باشه یا لپتاپ. در هر حال بعد از وصل شدن نیازه که پنل ادمین رو باز کنید، همون که یه آدرسی داره مثل 192.168 و معمولا چند رقم دیگه. مال ما بعد از 168 8 و 1. وقتی پنل ادمین رو باز میکنید تو تبار مختلف میتونید بگردید و دنبال اسم وی پی ان باشید. تو این مدل مودم برای اینکه برسیم به وی پی ان نیازه که اول بریم تو تب ادوانس، این بالا گوشه سمت راست قرار گرفته. بعد از تب ادوانس اینجا حالا روتر رو انتخاب میکنید و زیرش گزینه وی پی ان. گزینه وی پی ان که میزنید پنجره جلو هیچ اطلاعاتی توش نیست، اما یه دونه نوشته اینیبل وی پی ان که یه جای تیک داره، اون تیک رو بزنید تازه صفحه کامل میشه و اینجا شما میتونید پروتکلی که میخواید استفاده کنید و انتخاب کنید. اینجا ما دو تا پروتکل رو میتونید انتخاب کنید، PPTP و L2TP. بعضی از مودم ها هستن که پروتکل های بیشتری رو دارن، مثلا یه مدل ایسوس هست یا حتی میکروتیک که اونا رو میتونید اوپن وی پی ان رو ریست بکنید. این دیگه توی مودم های مختلف فرق داره. حالا بسته به اون پروتکلی که وجود داره باید وی پی ان رو بگیرید. از اینجا به بعد مثل ست کردن وی پی ان رو گوشیتونه، همون یوزرنیم پسورد شخصی خودتون که موقعی که دارید وی پی ان رو می‌خرید بهتون میدن، معمولا یه آدرس یا پورت هم بهتون میدن. شما میرید توی اپلیکیشن یا توی تنظیمات گوشی وارد میکنید. حالا این بار به جای اپلیکیشن یا تنظیمات گوشی تو پنل ادمین خود مودم هستیم و اینجا اطلاعات رو وارد میکنه. وی پی ان که ما خریدیم از پروتکل PPTP. برای این مدل فقط یه آدرس یه یوزرنیم پسورد نیازه که خود اون ارائه‌دهنده وی پی ان داده به ما. حالا میخوایم اونا رو وارد بکنیم، پس هیچ فرقی نداره که الان تو گوشی یا پنل، توی قسمت آدرس آدرسی که داریم رو وارد میکنیم، بعد تو قسمت یوزرنیم همون یوزرنیمی که بهمون دادن رو وارد میکنیم و پسورد هم در آخر میزنیم اینجا. بقیه موارد هم نیاز نیست اطلاعات خاصی کلا وارد کنید و فقط سیوش کنید. برای اینکه کانکت بشید نیازه که صفحه رو رفرش کنید و یه کوچولو زمان بدید، یه دقیقه بگذره. بعد از رفرش کردن این دیسکانکت بالا میبینید که میشه کانکتد. اتفاقی که الان افتاد اینه که کل اینترنتی که داریم از فیلتر رد شده و ما به اینترنت آزاد دسترسی داریم. حالا دیگه فرقی نداره با گوشیتون به این مودم وصل شید یا با لپتاپتون یا خود تیوی یا حتی اندروید باکس، فرقی نداره. هر جا که این اینترنت وجود داره شما به لحظه اینکه بهش وصل میشید به اینترنت عادی بدون فیلتر وصل شدید. مزیت بزرگ این روش راحتیه در اینکه وقتی شما توی خونه برای نفرات مختلف و دیوایس های مختلف بخوای وی پی ان بگی و همه به تو بگن تقریبا بیچاره ای. اما اینطوری یه بار یه وی پی ان ست میکنی رو مودم، فقط به همه میگی وصل شید. در واقع اینطوری دیگه مشکل این که مثلا روی آیفونت مجبوری از SSH استفاده کنی، روی اندروید باکست متا SSH نیست و مجبور از یه اپلیکیشن دیگه استفاده کنی، روی لپتاپ شاید هیچ کدوم اینا جواب نده و مجبوری که اوپن وی پی ان بگیری و همه این دردسرا راحت میشی. تا
تو یه دونه اینترنت داری که از فیلتر رد شده و حالا همه دیوایس ها به صورت وای فای بهش وصل میشن. اما یه بعدی هم داره، بعدش هم اینکه هر بار وصل شی اولا که از حجم فیلتر شکنت داره استفاده میشه و ممکنه که هزینه بیشتری داشته باشه. دوما اگه بخوای از شبکه‌های مثلا بانک‌های ایرانی استفاده بکنی، مجبوری که دوباره بری اینو خاموش کنی. به نظرم تو الان این چهارمین روشی که گفتیم راحت‌ترینش هم هست. قبلا سه تا روش دیگه گفته بودیم که واقعا سخت بود و بعضیش یکم اذیت کننده بود برای اینکه بتونید ست بکنید، اما این شاید بهترین گزینه باشه و اینطوری کمی بهتر بتونید از اندروید باکستون لذت ببرید.